هر سال با آغاز موسم حج، دلهای مؤمنان در چهار گوشه جهان به سوی مدینه النبی صلی الله علیه و آله پر می کشد و مؤمنان برای برگزاری آیین پرشکوه حج مهیا می شوند. یکی از مهمترین مصادیق تحقق یافتن منافع یاد شده در آیات حج، فعالیت های بعثه های حج است که با گروه های گوناگون حجاج ارتباط برقرار می کنند و برای اجرای هرچه بهتر مناسک حج و به دست آوردن منافع دنیوی و اخروی آنان را راهنمایی می کنند. در این ایام شخصیت های دینی و نمایندگان این بعثه ها ضمن دیدار با یکدیگر آخرین اخبار و تحولات جهان اسلام و نیز اوضاع شیعیان را به طور خاص مورد مناقشه قرار می دهند و درباره مسائل جدید اعمال حج و عمره و تأثیر امور عمرانی و توسعه حرم بر برخی از احکام خاص به گفتگو و تبادل نظر می پردازند. این ارتباط علما در بعثه های حج تحقق بخش بسیاری از فوایدی است که از این تجمع و کنگره عظیم ایمانی انتظار می رود. بر همین اساس بعثه بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظلو با ورود به مدینه طبق سالهای قبل فعالیت‌های خود را آغاز نمود. فعالیت‌های نظیر میزبانی و استقبال از عالمان دینی، نمایندگان مراجع اعظام تقلید، شخصیت‌های فرهنگی و عموم حاجیان و ارائه خدمات فرهنگی و دینی و پاسخگویی به سوالات شرعی حجاج، برگزاری سمینارهای فرهنگی، مراسم مذهبی و همچنین حلقه‌های گفتگوی علمی از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای ایام حج 1443 قمری از سوی این بعثه است. علی اکبری، اخبار شیعه. لازم به ذکر است که تأسیس بعثه در موسم حج ابتکار مرجع راحل آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی قدس سره حدود نیم قرن قبل بود که اولین بعثه نیز توسط برادر مجاهدشان شهید آیت الله سید حسن حسینی شیرازی قدس سره در مدینه و مکه مستقر شد و پس از آن مراجع اعظام تقلید هر سال با اعظام گروهی در موسم حج بعثه تشکیل می دهند. در همین راستا حجت الاسلام و مسلمین شیخ طالب صالحی مدیر دفتر حضرت آیت الله العظما شیرازی در شهر مقدس کربلا از مدینه منوره با ما همراه هستند. حاجی آقای صالحی سلام، زیارتتون قبول. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم. بعثه امسال آیت الله العظما شیرازی دامظله متشکل از چند نفر و از کدام دفاتر و مراکز مرجعیت هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و سلام بر بینندگان هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان شبکه جهانی. سلام. سلام بنده را از سرزمین مقدس نبوی و از جوار جنت بیزار باشی. خداوند متعال شاکرین که با برداشتن این بیمار جهانگیر و باز شدن راه زیارت قبر پیامبر اسلام و احمد بقیع بعد از 2 سال فراق، محبین و دوستان همه اطهار توفیق پیدا کردن به زیارت این سرزمین مقدس مشرف شدن و حال هوای بسیار معنوی و زیبایی الان در مدینه حاکم است. وقتی به بقیع یا مسجد النبی صلی الله علیه و آله متشرف می شویم، دست دست از محبین آل الله آل البیت را می بینیم که اشکهای شوق از چشمانشون روان می شود. بعد از 2 سال همه به شوق و اشتیاق متوجه میشن به طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ام البنین سلام الله علیها، زیارت و دعای و نیایت و همشون دعا میکنن بر همه شیعان جهان و محبین آل بیت. خدا انشاءالله خدمت کنه
ان شاء الله. زيارة المؤمنين في شهر مقدس، وإن شاء الله شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم درء. ان شاء الله. أما إن بعثة مباركة، بعثة حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامت برکاته و دام ظله، این تشکیل میشه در این شهر مبارک مدینه منوره از عده از فضلا و اهل علم از حوزه و از حوزه شهر نجف و کربلا و از وکلای آقای شیرازی از نقاط جهان، از نقاط جهان عده اهل العلم و اهل الفضل هستند که حاضرن جوابگیر و جواب دادن محبین و شیعیان اهل البیت هستند در این شهر مبارک. بله. الحمدلله این عده از وکلای آقا که اومدن در این شهر مبارک پاسخگوی سوالات حجاج بیت الله الحرام هستن و زوار این مکان مقدس، به صورتی که پاسخگوی تمام سوالات شرعی هستن. خیلی عالی. معمولا حجاج این مبتلا هستن داده می شود. ممنون. حاج صالحی، با توجه به برگزاری حج پس از 2 سال تعطیلی، آیا تفاوتی نسبت به سالهای قبل از کرونا شاهد هستید؟ الحمدلله مردم با شوق و هیجان بعد از این 2 سال اومدن به زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و همشون دعا میکنن خدا انشالله از این زیارت محرومشون نشود و انشالله این بیماری و این مرض از همه مؤمنین و مؤمنات و شیعیان و مسلمان ها انشالله برکنار بشه و دور بشه، چون همشون در اشتیاق هستن این سرزمین خالی نباشد و هستن و همشون شکرگزاری هستن از خدای متعال به شوق، به حب و شوق به این سرزمین هستن و لذا میبینیم ما بعد از این 2 سال خیلی فرق داره. ماشاءالله در شهر مدینه همه شلوغه، مسجد النبی شلوغه، دست دسته از مؤمنین و مؤمنات، از محبین و شیعیان امیر المؤمنین و همچنین مسلمان ها به شوق میرن به طرف ذریح پیامبر اسلام و به طرف ائمه بقیع و همشون اشکاشون تو چششون هست و دعا دارن از خدای متعال تا خدا انشاءالله قسمت کنه و همه مؤمنین و مؤمنات زیارت این اماکن مقدس هست. ممنونم از شما. و انشاءالله مهان زیاره هستیم. ممنونم. از همیشه دین اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. ممنونم. شیخ طالب صالحی از مدینه منوره با ما بودند.